خب دوستان ببینید، من یه مقدمه کوچولو بگم که بعد وارد بحث پرورشی میشین. یعنی اول پایه تئوریکی که در ذهن حاکمان شیعه وجود داره رو میگم و بعدش میگیم بابت این تئوری چه اقدامات عملی کردن. خب دقت کنید، یک مسیری رو من میخوام برای شما ترسیم کنم. ببینید، در یک حکومت ایدئولوژیک فرق نمی‌کنه شوروی سابق یا آخوندهای الان یا هر نقطه در هر جغرافیای دیگر و در هر زمان دیگر، سه تا پایه رو از مخاطب میخوان و الان تو این بحث مخاطب ما دانش آموز است، البته معلمین هم شامل میشوند، اما فعلا ما داریم در باره دانش آموز سوال. این سه پایه جزم اندیشی است، یعنی تعصب و دوگم و فقط موضوع همانی که هست ما میگوییم. دو، ساده اندیشی است، یعنی به همین راحتی که ما گفتیم همین. و سوم پیش داوری است، یعنی تو زمینه ذهنی شما محمد بیراد بوده، قرآن بی ایراده، علی و بچه هاش همه بی ایرادن، یعنی با یه پیشتاوری ما میدیم، پس هر چیزی که وجود داره همینه. حاصل اینها، حاصل این سه تا پایه که برای ما خردگرایان غلطه، میشود این که تفکر انتقادی وجود نداره. به چه معنا؟ دو تا پایه داره تفکر انتقادی که این، بازم میگم، من اینو تو این بحث تا حالا چند بار گفتم، من دارم به شکل عمومی این نظام رو بررسی میکنم. اینکه تک و توک از گوشه کنار دانش آموزی یا معلمی یا مثلا چه میدونم یک گروهی تشکیل شود و غیر از اینی که من میگویم باشد، قبول دارم. اما آنچه که تو این 40 سال اتفاق افتاده، ما تفکر انتقادی نداریم. دو تا پایه داره، یک پرسشگری یا نیست یا مینیموم در حداقل خودش است. دو، شکاک بودن جایگاهی نداره. شکاک تبدیل می شود به آدم بد قصه، تبدیل می شود به مرد خطرناک داستان. حالا تو بحث عملی می رسم، مثال که برای خودم اتفاق افتاده، برای بعضی ها میگم. برای مجموعه اینها باعث میشه که سیستم میآید و افرادی که خارج از اون سه تا پایه اولیه، یعنی جذب اندیشی، پیش داوری و ساده اندیشی عمل میکنن رو خفه میکنه. متاسفانه یک کوچولوش خفه کرده، یک بخش خیلی کوچکش خفه کردن فیزیکی بوده. اینجا باید یادی کنیم از زنده یادانی مثل پوینده، مثل مختاری که نویسنده و شاعر و تحلیلگر بودن، فعال سیاسی یا آدمی نبودن که بخوان مثلا با رژیم بجنگن، ولی اندیشهشون در تقابل بوده با اندیشه شیعی، بنابراین حذف فیزیکی شدن. اصطلاحی که در دوران سعید امامی بود، شاید هنوز هم در وزارت اطلاعات این اصطلاح حذف فیزیکی باشد. اما قسمت عمده خفه شدن فیزیکی نیست، خفه شدن است که یا با وعده و وعید همراه است، که مثلا به معنی که معلمی یا دانش آموزی سرش رو میاره بالا و میپرسه، سوال میکنه، تفکر انتقادی رو مطرح میکنه، بعد و بعید بهش میدن ببین تو اگر مثلا اینو نگی فردا به فلان جا میرسی، فلان کاری میشی، این کارو نکن. یا بیشترش با ترس و تهدید و در واقع زنهار دادن از آینده است. آخه چی این سوال رو میکنی؟ تو حق نداری سوال کنی؟ تو فردا یک آینده ای داری؟ اگر این آینده تو میخوای نباید وارد این داستان بشی، به خودت به خانوادت صدمه میزنی. اینها یک پایه تئوریکی است که نتیجهش میشود یک چیز. من همینا رو گفتم که این حلقه زنجیر به این نقطه برسم. رژیم بنیادگرای شیعی که بر مبنای یک ایدئولوژی عمل میکنه، میخواد هویت فردی شکل نگیره، یعنی همه یک جور باشن. خیلی عذر میخوام این رو برای انسانها به کار میبرم، ولی چون سیاست حاکمانه است میگویم، آنها سیاست گلوار میخواهن. این بزرگترین ایراد در سیستم پرورشی نظام آموزش و پرورش ایرانه. حالا برای اینکه موضوع رو بیشتر باز کنم و توضیحاتی بدم، من مثال عملی میزنم از اقدامات رژیم و از اتفاقاتی حالا که برای خودم چه برای بعضی از دیگران افتاده من خدمتتون میگم. تو این سیستم ما هر تفکر که داشته باشیم، چه تفکر دینی، چه تفکراتی در زمینه حقوق بشر، سیاست، اقتصاد، هر چیزی،
که مغایر با اندیشه حاکمان باشه، این تفکر محکوم به پایمال شدنه متاسفانه. و ما داریم الان هزینهشو میدیم، همه جامعه دارن به شکل‌های مختلف هزینهشو میدن که حالا میرسه. خب و اما در مورد چند تا از اقدامات عملی که رژیم تو این زمینه‌ها کرد. یک، ما یه مبحثی داریم در سیستم آموزش پرورش ایران به نام سهمیه ها. این در ابتدا با نام سهمیه رزمندگان بود و بعد از پایان جنگ که خیلی ها خب خانواده شون یا برادر پدر یا هر کسی دیگر از دست داده بودن در جنگ شدن، الان دیگه چندین ساله به نام سهمیه شاهد ازش نام برده میشه. ببینید این سهمیه ها چند تا نکته توش هست که من سعی میکنم سریع بگم. یک، من نمیگم هر کسی که با سهمیه به دانشگاه راه پیدا میکنه پایه علمیش ضعیفه یا حقش نیست، ولی اتفاق غالبی که میفته اینه. من خودم یادم سال 68 که کنکور دادم در تیمای 68، سهمیه رزمندگان چون درست سال بعد از جنگ بود از 25% شده بود 40%. یعنی از هر 100 نفری که میرفتن صندلی پزشکی دانشگاه تهران مینشستن، 40 نفرشون کسانی بودن که در حالت عادی نمرهشون به اون صندلی نمیرسید، ولی اومده بودن و تو اون صندلی قرار گرفته بودن. بازم میگم ممکنه تون 40 نفر 5 نفرشون لیاقت داشتن، 10 نفرشون لیاقت داشتن، ولی حتی اگه یک نفر هم لیاقت اونو نداشته الان با این سهمیه به اونجا رسیده. این میشه اولین ایرادش، درست شد؟ ایراد دومی که وجود داره این است که این فرد خودش رو مدیون این سیستم میدونه، درست شد؟ نمیگم همشون آدمایی میشن که جذب حاکمیت و اندیشه های حاکمیت میشن، ولی از دل اینها غالب بیرون میاد. دو، یا در واقع ایراد سوم این است که من اینو جدیداً متوجه شدم که بنیاد شهید میاد به افرادی که سهمیه شاهد دارن. دقت کنید، من درباره سهمیه استادان علمی، سهمیه منطقه اینا صحبت نمی‌کنم. اونا یه بحث دیگه است. ما داریم درباره سهمیه صحبت می‌کنیم که ناشی از ایدئولوژی رژیمه. سهمیه شاهد دارند، بنیاد شهید میاد هزینه دانشگاهشون، حتی هزینه دانشگاه آزاد رو میده. که خیلی هزینه سنگینیه. حالا اینکه همشو میده، درصدشو میده، به چه بخشی از اینها این هزینه رو میده کار نداریم. بازم ما وارد جزئیات نمیشیم چون بحث ما نیست. اتفاقی که داره میفته اینه که رژیم یه چیزی رو درست میکنه، آدمی رو از طریق این کانال وارد دانشگاه میکنه. به همین ترتیب این وارد محیط کار میشه. هزینه‌شو میپردازه. طبیعی است که این فرد احساس دین میکنه دیگه. دقت کنید، من در تمام این بحث محور دوم که دارم صحبت میکنم، یک چیزی این پس کله من هست که اینو شما بیارید جلوی چشمتون باشه و اون اینه که رژیم داره چیکار میکنه که بقای خودش رو حفظ کنه. یعنی تمام این اقدامات پرورشی تو این راست است. خب مورد دومی که هست از واقعا تأسفای همیشگی منه، ما در ایران درسی داریم تو در دبیرستان برای پسر و دختر به نام آموزش دفاعی. یعنی وقتی تو تفکرت میلیتاریستیه، وقتی تو با 80% دنیا در جنگ هستی، خودت رو اینجوری میبینی و هویت تو بر مبنای آمریکا سیتیز و غیره میذاری، درسی به نام آموزش دفاعی رو میاری وارد این میکنی. من اعتراف میکنم نمیدونم آیا در جای دیگری در دنیا ممکن است وجود داشته باشه، در کشور در آفریقا، در یه جای دیگری به شکلی، اما این که درست مثل آموزش دینی شما براش کتاب تدوین میکنی، یعنی هزینه چاپ کتاب، هزینه اون افرادی که اینو تألیف میکنن و بعد معلم برای این کار تعریف میکنه، و ما میدونیم که این فقط از دل بسیج و سپاه بیرون میاد، یعنی دبیر ریاضی رو که نمیدونم من این کار بذارم. بنابراین شما یک ارگانی رو کاملا بر مبنای ایدئولوژی خودت تعریف کردی. این همون جاییست که من دستمو میذارم میگم این خطای سیستمه. از دیگر کاری که میکنیم، ما در مدارس، در خیلی از جای دنیا ما مشاور دانش آموز داریم، روانشناس دانش آموز داریم، ما اینا رو داریم. من مشکلی با این موضوع ندارم، باید هم باشه، اما ما در مدارس چیزی داریم به نام معاون پرورشی یا حالا دبیر پرورشی در اون زمانی که ما بودیم، گویا الان شده معاون. ما رو هوا که بحث نمی کنیم، اتفاقی که افتاده رو داریم میگیم. کار این معاون پرورشی چیه؟ من فکر کنم همتون یا خیلیاتون در ایران مدرسه رفتین و بودین و میدونید. مناسبت‌های رژیم، مناسبتایی که برای رژیم مهمه، مثل هفته بسیج که فکر کنم چون خود سال تحصیلی که قربونش برم با هفته جنگ، حالا به قول اینا دفاع مقدس شروع میشه، بعد میام تو آبان نمیدونم که هفته بسیجه، بعدم میاد دهه زجر و هزار تا موردی که مربوط به
در واقع مناسبت های انقلابی است. یه سری مناسبت های مذهبی داریم، مثل فاطمیه، مثل زیارت عاشورا برگزار کردن، مثل نمیدونم ایام چه میدونم ممکنه قرآن میزنن سرشون. خب اینها این کارهایی که میکنن همش از بودجه مردمه، همش از پول من و توه، براش دبیر دارن، براش برنامه دارن. این هم از دیگر کاراشونه. مورد دیگه که من خدمت شما بگم واقعا جای تأسف داره، این خنده من واقعا خنده تلخیه. من یه روزی دیدم که یکی از این دوستانم، همکارانم که خیلی هم فحش میداد، یعنی وقتی با من بود از این اول تا آخر آخوندان رو میشست میذاشت کنم، دیدم داره فرمی پر میکنه بسیج معلمان، اسم نمیارم چون نمیخوام برترتیب. گفتم فلانی این چیه تو داری پر میکنی؟ بعدش گفتش که بسیجه دیگه، برای بسیج. من تو خجالت نمیکشی؟ گفت بابا دارن 2000 تومن به حقوقمون اضافه میکنن. قشنگ یادمه اون موقع مثلا اشل حقوقی ما بود بین 70 تا 80 هزار تومن، دلار بود مثلا چه میدونم 300 تومن. یعنی میاد به معلم میگه من به تو 2000 تومن میدم، تو بشو عضو بسیج معلمان. به دانش آموز میگه، دانش آموز پسر، از دورانی که در طول مدرسه عضو بسیج باشی از دوران سربازی کم میکنم. حالا یک اشلی داره، یک مقیاسی داره، نمیدونم مثلا هر 6 ماه اینجا معادل یه ماه سربازیه، یه چیز اینجوریه. چرا این کارا رو میکنه؟ این دو تا بود داره. یکی این که بتواند تا اونجایی که میشود آدم جذب کند و همون چیزی که گفتم جلوی چشمتون باشه، به این که میخواد تو ذهن دانش آموز ایده خودشو بکاره تا بقای خودشو بعداً تضمین کنه. دوم، اونایی که دارن این کارو میکنن، اونایی که اتاق فکرن، اونایی که هیئت اجرایی ان توی وزارتخونه نشستن، اونا یک سری آدمای در واقع از خودشونن دیگه. اینها با قبلش آمدن بودجه گرفتن این کارها رو انجام دادن، حالا بر اساس بازخوردی که میگیرن، یعنی تعدادی که دارن، فیدبک هایی که میگیرن، میرن پروژه های دیگری طرح میکنن و بودجه های دیگری میگیرن. یعنی بازی دو سر برده برای رژیم، بسیج دانش آموزی، بسیج معلمان فقط یک اسم نیست، از بودجه عمومی مصرف میشه، از وقت دانش آموز گرفته میشه، اردوهای راهیان نور و اون فجایعی که پیش اومده خودتون در جریان رو بارها دیدیم. از چیزهای خنده‌دار دیگه، نماز اجباریه تقریبا تو خیلی از مدارس. من چند بار اینجا گفتم در مناطق محروم درس میدادم، یعنی مثلا ما صبح دبیرستان پسرانه بودیم، همون ساختمان، حالا با فرسودگیش کاری نداریم، بعد از اون میشد دبستان دخترانه، این فاصله یه 20 تا زنگ نماز بود. اینا اومده بودن کوپن نماز میدادن. یعنی چی کوپن نماز؟ شاید خیلیتون اصلا میگید یعنی چی؟ یعنی این که مثلا اگر دانش آموز میتوانست 50 کوپن جمع کنه، یعنی 50 روز تو نماز بیاد، اگر یه روزی کار خطایی میکرد، دو نمره از انضباطش کم میشد، این کوپن ها رو جبران میکرد. خنده‌دار نیست؟ من فکر میکنم برای شنونده عاقل هم خنده داره هم عمیقا متاسف، یعنی واقعا تاسف انگیزه واقعا. حالا من شاهد بودم دانش آموز بدون وضو میرفت تو صف نماز وای میستاد، یعنی فقط یک ظاهر کار. این هاست نواقص سیستم.